تلویزیون فاکس نیوز افشای سایت های مخفی مرتبط با توسعه تسلیحات اتمی رژیم ایران توسط شورای ملی مقاومت ایران فاکس نیوز در گزارش خود می نویسد انتظار می رود رئیس جمهور دونالد ترامپ در این هفته برجام را تایید نکند این پرونده سپس به کنگره منتقل می شود که 60 روز فرصت دارد در مورد اعمال مجدد تحریم های سنگین مربوط به قبل از سال 2015 علیه رژیم ایران تصمیم گیری کند. همزمان یک گزارش جدید تحقیقاتی 52 صفحه‌ای که توسط شورای ملی مقاومت ایران با عنوان هسته مرکزی اتمی رژیم ایران تأسیسات نظامی بازرسی نشده که به دست فاکس نیوز رسیده اعلام می کند بسیار نامحتمل است که برنامه تسلیحات اتمی این رژیم متوقف شده باشد. مقاومت ایران در این گزارش با جزئیات میگوید که چهار تأسیسات عمده را شناسایی کرده که با درجات بالایی از اطمینان درگیر جنبه های مختلفی از پروژه های تسلیحاتی اتمی رژیم بودند. پاکسیو سپس با استناد به گزارش مقاومت ایران جزئیات مربوط به چهار سایت مذکور را برشمرده که عبارتند از پژوهشکده که در مجموعه نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران باقی شده است. تأسیسات صنعتی نوری واقع در مجموعه نظامی حفاظت شده خجیر در جنوب شرقی تهران سایت هفته تیر که به وزارت دفاع رژیم تعلق دارد و در منطقه نظامی در نزدیک شهر اسمان در یک منطقه کوهستانی واقع شده است و سایت سنجریان در شرق تهران علی رضا جعفرزاده معاون نمایندگی شورای ملی مقاومت ائتلاف اصلی اپوزیسیون در مقابل حکومت آخوندها در واشنگتن به فاکس نیوز گفت سالهاست که رژیم ایران دارای دو برنامه اتمی است یکی غیر نظامی و دیگری نظامی هدف بخش نظامی آن تولید اولین بمب اتمی رژیم ایران است بخش غیر نظامی برنامه اتمی به صورت منظم پوشش منطقی قابل قبول برای بخش نظامی را ارائه می دهد و به عنوان یک کانال برای آن عمل میکند جنبه نظامی این برنامه در قلب فعالیت های اتمی رژیم ایران بوده و همچنان ادامه دارد. فاکس نیوز می مقاومت ایران نهاد مسئول تولید بمب اتمی رژیم ایران به نام سپند را که تحت کنترل سپاه پاسداران است به مدت نزدیک به دو دهه تحت نظارت داشته است. سپند از هفت زیر مجموعه تشکیل شده که هر کدام بخش مشخصی از تحقیقات بر سر تسلیحات اتمی را انجام میدهد قسمت مسئول انجام تحقیقات و ساختن چاشنی برای سلاح اتمی مرکز تحقیقات و توسعه فناوری انفجار و ضربه یا متفاز نام دارد تحقیقات شورای ملی مقاومت در داخل ایران توسط شبکی از هواداران مجاهدین صورت گرفته است که برنامه اتمی رژیم ایران را به طور خاص در سال 2002 اولین بار افشا کردند علیرضا جعفرزاده گفت هرچه بیشتر تحقیق کردیم بیشتر متوجه شدیم که برنامه تسلیحات اتمی به طور کامل فعال است بخش نظامی به لحاظ اسامی محلها و سازماندهی مجدد طی سالیان تغییر کرده اما هرگز کار خود را متوقف نکرده و چهرهای کلیدی آن نیز تغییر نکردند فاکس نیوز با اشاره به ممانعت رژیم از بازرسی از تأسیسات نظامی میافزاید علیرضا جعفرزاده توضیح میدهد چندین سایت و مرکزی که فعالیت های مرتبط با اتمی در آنجا صورت می گیرد در مجموعه های بزرگ نظامی واقع شدند که همچنین در برگیرنده تونل ها و سوله هاست. این نه تنها دسترسی آژانس را دشوارتر می سازد بلکه امکان جابجایی این مراکز و پروژه ها به اماکن دیگر در همان مجموعه را فراهم می کند. علی رضا جعفرزاده همچنین گفت هیچ یک از تاسیسات نظامی کلیدی که در مراکز نظامی واقع شدند توسط آژانس مورد بازرسی قرار نگرفتند و قطعا این کار از بعد از برجام انجام نشده است کنگره باید فشارها را با اعمال تحریم جدید علیه سپاه و دستگاه سرکوب داخلی رژیم افزایش دهد چون این رژیم در زمینه داخلی آسیب پذیر است.